سلام به همه امیدوارم حالتون خوب باشه امروز میخوایم بریم سراغ یک بازی فوق که در سال 1929 در لهستان بین میگول نایدورف و گلوکسبرگ انجام شده این بازی رو پیشنهاد که از ممبرها دارم زب میکنم که واقعا بازی زیبایی بود اگر که شما هم بازی زیبایی از این دست دارید حتما توی بخش کامنت ها به من بگید اما راجع به این دو بازیکن کن قاعدتا باید میگویل نایدورف رو بشناسین لهستانی آرژانتینی استاد بزرگ شطرنج و مطمئنا باید اسمش به گوشتون خورده باشه اگر که دفاع سیسیلی رو بلد باشین چون یکی از لاین های دفاع سیسیلی به اسم همین آقای نایدورف نامگذاری شده که بعد از انجام دادن این سری حرکات بزنین لاین رو بهتون نشون بدم که بعد از این سری حرکات جذب میاد توی بازی وارد لاین سیسیلی میشیم که حرکت a6 اینجا به لاین نایدور معروفه اما از اون طرف گلوکسبرگ اصلا اطلاعاتی ازش موجود نبود عکسی هم ازش موجود نبود به همین دلیل شما تصویرش رو به این شکل میبینید اما قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ مسابقه ازتون از میخوام اگه تا الان به کانال من نشدین حتما کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید که اولین نفری باشید که ویدیوهای من رو تماشا میکنید خب دیگه بریم سراغ این مسابقه خب تو این مسابقه گلوکسبرگ با مهرای سفید گشایش دی 4 انتخاب میکنه که نایدورف میره سراغ دفاع داش و حرکت f 5 رو انجام میده. اینجا حرکت سی 4 بعد از اون اس میاد توی بازی استاندارد های شطرنج انجام میشن بعد از اون میره سراغ وسط استاندارد دفاع داش همچنین میدونیم که تعویض هیچ چیزی رو آیده بازی کنه سفید نمیکنه. این حرکت انجام میشه حرکت ای 6 حرکت 6 بعد از اون فیل میاد توی بازی فیل سیاه گسترش پیدا میکنه بعد از اون قلعه میره اینجا بازیکن سفید بازیکن سیاه هم قلعه میره و هر دو بازیکن شاه خودشون رو توی امنیت کامل قرار دادن که اینجا اسب میاد توی خونه ای دو قرار میگیره اسب میاد توی خونه دی هفت و اشتباه فاحش بازی اینجا توسط گلوکسبرگ انجام میشه و حرکت اسب جی پنج انجام میده همین اول کار یک برتری خیلی زیاد رو به میگول نایدورف داده اما سخته که بخواین شما دقیق ترین حرکت رو تو این پوزیشن پیدا کنید که اینجا ازتون میخوام ویدیو رو استوب کنید و سعی کنید دقیق ترین حرکت رو تو این پوزیشن برای میگول نایدورف پیدا کنید تبریک میگم بونایی که این حرکت رو پیدا کردن اینجا نایدورف فیل خودش رو قربانی کرد تاکتیک نسبتاً آسونی البته اگر که بلدش باشید اگر که بلدش نباشید ممکنه دیر ببینین این تاکتیک رو این حرکت انجام شد قاعدتا قربانی نمیتونه قبولش چون اسب میاد همراه با کش و دیسکاوری داریم روی فیل روی در واقع اسب بعد از اینکه شاه جابجا شد مهره رو پس گرفتیم و فقط یک پیاده ای اچ رو برنده شدیم و تهدیدهایی هم موجوده توی پوزیشن که اینجا این قربانی قبول نشد توی این پوزیشن و فقط حرکت شاه اچ که انجام شد که اجازه اومدن اسب رو میده همچنین دیسکاوری روی این اسب راه دفاع خاصی از این اسب وجود نداره حرکتی که ممکنه به ذهنتون بیاد این که عقب نشینی کنید و حرکت به نظر خوب میاد چون این دو خونه هم تحت کنترل گرفتیم و وزیر نمیتونه بیاد اما با این حرکت شما اجازه جابجایی فیل رو دادین فیل این قطر رو کاملا تحت کنترل گرفته که خیلی خطرناکه پس باید حرکت جی انجام بدین بعد از اون حرکت نظری ای 5 میاد اینجا شما مجبور میشین با اسب بزنین بعد از تعویض و تعویض و وارد این لاین میشین که بعد از اینکه حرکت بی انجام شد پوزیشن کاملا به سمت سفیده پوزیشن کاملا به سمت سیاه چون میتونه شروع کنه حمله کردن به شاه و کار نسبتا آسین رو داره که به هر حال وارد این لاین نشد بازیکن سفید و حرکت F4 انجام داد این هم بهتون بگم که فکر نکنید میتونه بره سراغ این پیاده و به نظر چنگال رو داشته باشه چون وزیر وارد پوزیشن میشه و دیگه نمیتونید دفاع کنین از پوزیشن واقعا مات اگر که قربانی رو که دیگه مات در دو حرکت شاه جابجا میشه و در نیت مات پس قربانی نمیتونه نمیتونه بره سراغ پیاده خونی در واقع 6 ای پس اینجا حرکت F4 رو انجام داد که این حرکت اجازه یه حرکت ساده یه وزیر ای هشت رو میده وزیر میخواد بیاد توی پوزیشن و بعد از اون شروع کنیم حمله کردن که به همین دلیل اینجا حرکت G3 انجام میشه یک فضایی رو به شاه بدیم برای فرار کردن که بعد از اینکه اینجا وزیر اومد توی خونه ای H5 اینجا شاه میاد توی خونه g قرار میگیره و شما برای اینکه بخواین حمله رو داشته باشین حتما باید یک حرکتی رو پیدا کنید حرکتی که به نظر اینجا حرکت خوبی میاد اینه که چرا نریم سراغ پیاده و بعد از اون تهدید باشه که بیایم اینجا کیش بدیم و در نهایت بازی تمام باشه اما اینجا روخ وارد بازی میشه و پوزیشن بالانسه که به همین دلیل این حرکت رو نباید انجام بدین و تنها حرکت برنده تو این پوزیشن قربانی فیل جیه که چون دسترسی رو قطع میکنین و بعد از اینجا قربانی قبول شد اینجا وزیر وارد پوزیشن میشه بعد از اینکه شاه جابجا شد باید حرکت ای 5 انجام بدید این حرکت انجام میشه و تهدیدش هم کاملا واضحه تهدید ماتیه که در نیت مات میشین به عنوان مثال اگر اینجا یک تمپ بدین پیاده رو به جلو میره بعد از اینکه بگیم تعویض بشه تعویض بشه و و تعویز بشه و تعویض بشه وارد این لاین میشین که در نیت پوزیشن در واقع به سمت بازیکن سیاه و هیچ کاری از دستتون بر نمیاد پوزیشن کاملا از دست رفته است اما به هر دلیلی این لاین وجود داشت که نباید اجازه این حرکت رو بدین چون این مهره هم علکی از دست میدیم باز هم. پس اینجا تعویز میکنه ببخشید پس اینجا تعویز میکنه بازی کنه سفید که اینجا اسب خودش رو هم قربانی میکنه نایدور و راه فیلش رو هم باز میکنه قربانی قبول میشه که با اسب میزنیم باز هم همراه با کیش شاه میره بالا که اینجا توی خونی جیشیش کیش میدیم این دفعه شاه اینجا برمیگرده باز هم که باید زمانی که شما دارین حمله میکنید همیشه فضا رو باز کنید و الان کدوم یکی از هاتون میتونه دوباره حمله کنه رخ پس چه جوری راه رخ رو باز کنیم با از بین بردن این پیاده و حرکت F4 رو انجام دادن این حرکت انجام شد و حرکت عادی که به ذهنتون میاد اینه که خب میتونیم این حرکت رو انجام بدیم و دیگه اجازه باز کردن پوزیشن رو ندیم اما شما یک تهدید دیگر رو از دست دادید که اینجا ازتون میخوام ویدیو رو استوب کنید و سعی کنید دقیق ترین حرکت ممکن رو تو این پوزیشن برای نایدورف پیدا کنید و بازی رو همینجا تموم کنید تبریک میگم بونه ای که این حرکت رو پیدا کردن نایدورف تمام ایدش برای حرکت F4 همین بود که جلوی رخ رو باز کنه اما تهدید بزرگتر این بود که فیل رو دسترسی فیل رو بده و فیل بیاد توی خونه G4 همراه با کیش قادتا شاه نمیتونه جابجا بشه چون وزیر از دست رفته میشه پس باید قبول کنه که بعد از قبول کردن این مهره مات در دو حرکت رو از دست داده بازی کن سفید چون نایدورف اینجا حرکت فوق العاده ای پنج انجام میده همراه با کیش شاه خونی رو نداره تمامی فضا تحت پوششه و اسب هم تمامی خونار تحت کنترل گرفته که اینجا مجبورین قربانی رو قبول کنید که حرکت بین نظیر اچ کیش و ما تو توی حرکت دوم تحمیل میکنه میگول نایدورف به زیباترین شکل ممکن رو ماد کرد و دیدیم که چه قربانی های زیادی رو توی پوزیشن داد که به همین دلیل این بازی خیلی جذاب شد امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه اگر که انتقاد پیشنهاد و نظری دارید حتما توی بخش کامنت ها من بگید و اگر که از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید که افراد بیشتر نمایش داده بشه یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید ممنون و تا یک ویدیو دیگه و یک شطرنج دیگه خدا نگهدار